به نام خداوند یکتا سلام، وقت شما بخیر. بیننده ی آخر خط از نور هستید. سفر وزیر خارجه قطر به افغانستان و میزبانی رهبران حکومت طالبان از مقام های قطری. ملا برادر معاون رئیس وزیران اما در این نشست ها غایب است. ملا برادر کجاست؟ قطر به دنبال چیست؟ آیا حکومت جدید طالبان در خفا از جهان از سوی قطر رسمیت یافته است؟ آیا قطر دروازه رسمیت جامعه جهانی را برای طالبان بازگشایی خواهد کرد؟ از سوی دیگر غیابت ملا برادر در روزهای پیشرو و عدم حضورش در نشست عمومی کابینه سرپرست طالبان با وزیر خارجه قطر پرسش‌های را برانگیخته است. هرچند گزارش‌های از اختلاف‌ها و درگیری میان رهبران طالبان در دو روز گذشته به نشر رسید، اما دکتر محمد نعیم، یک از سخنگویان طالبان در قطر، این گزارش‌ها را شایع خواند و گفت هیچ مشکل رخ نداده است. اما طالبان چه مسیری را در پیش دارد؟ جهان چگونه با طالبان کنار خواهد آمد؟ اینها و چندین پرسش دیگر را در این برنامه از مهمانانم خواهم پرسید. مهمانان من در این برنامه آقایان محمد یاسین حبیب، رئیس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان، آقای ظاهر مطهری، استاد دانشگاه، اینجا در استودیو حضور یافتند، و همینطور هم آقای حبیب الله جانبدار، فعال سیاسی از بریتانیا، روی خط اسکایپ در برنامه با ما وصل شدند. قرار بود یکی از سخنگویان طالبان و یا از اعضای کمیسیون فرهنگی طالبان هم در بحث با ما باشن، اما متاسفانه که حاضر نشدن در این بحث. خیلی خوش آمدین به بحث آقای حبیب و آقای مطهری. آقای جانبدار سلام بر شما، خیلی تشکر از این که در بحث با ما هستین. اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، سفر وزیر خارجه قطر به افغانستان و دیدار با مقام های حکومت جدید طالبان چه پیامی را میرسانه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به مهمانان گرامی شما و همچنان به بینندگان معزز نشرات شما. طوری که به شما معلوم است، بازی که راجع به افغانستان آغاز یافت و توافقاتی که در دوحه به وجود آمد، بعد از او این کشورها بیشتر در مسائل افغانستان برش نقش داده شده یا مطرح، یعنی وزیر خارجه کشور و همچنان دیگه مسئولین یک چیز بله قبلا به حضور نظامی خود آغاز کرده بودن، آره، به شیوه و به وسایل و به میتودا و تکنیکای دیگر در ادامه از او مصروف هستند. ما میدانیم که کشورهای فقیر و حتی کشورهای غنی که امکانات نظامی محدود دارن، بدون مجوز توسط ایالات متحده آمریکا یا بدون توافق از اونا، نمیتونه در مسائل متنازع و در منازعات منطقوی اونا دست درازی بکنن و یا نقش را برای خود اختصاص بدن. یعنی به معنای ازی هست که پروسه جاری زیر کنترل کشورهای مقتدر قرار داره. بسیار خوب. خب به هر حالش کمتر از یک هفته میگذره از اینکه طالبان سرپرستانی را در کابینه به هر حالش معرفی کرد، اما این اولین سفر یک مقام خارجی به افغانستان است و او هم از قطر، جایی که طالبان در سالهای پیهم نمایندگی سیاسی داشته، صورت میگیرد. چقدر رابطه عمیق میان طالبان و قطر را نشان میده؟ خب در اینجا مسئله ارتباط میانگیریان سیاسی افغانستان با کشور بسیار عمده هم نیست، به خاطر از اینکه این قابل تغییر است و همیشه در سیالیت قرار داره. ولی مهم ای است که این کشورها و یا آنهایی که در این مسیر با ایشان موافق هستند چی سناریو داره و چی اقدامات بعدی را روی دست میگیره که بالای زندگی مردم افغانستان تاثیر میگذاره. و روابط طالب طبیعی است که رهبری از اونها وجود داشته و حمایتی از طرفی از اونها حاصل کرده در گذشته و حال، طبیعی است که مناسبات عمیق‌تر و همجانبه‌تر خواهد بود و در آینده هم طوری که دیده میشه ادامه خواهد یافت. ولی کل بازی باز هم در مورد چین، روسیه و آسیا میانه هست.
ای که در افغانستان کیها بر سر اقتدار است، این سوال دوم است. مهم است که در افغانستان کیها میتونه با استراتژی های قدرت های بزرگ منفعت بار آورده میتونه، او مسائل پیش جهان یا به اصطلاح سوال که شما مطرح میکنید. بله، همین سوال که شما مطرح میکنید، خب به حالش کدام کشور در افغانستان به قدرت است؟ طالبان هرچند میگن که ما به حالش مستقل هستیم و ما به قدرت رسیدیم و روابط ما هم روابط دوستانه و دیپلماتیک با تمام کشورها خواهد بود، وابستگی هم وجود نداره. شما چی میدانید از این موضوع؟ خب باور ما این هست که استقلالیت به دو مفهوم است. یکی استقلالیت اراده هست و موضوعگیری های فرهنگی یک گروه سیاسی است و یکی عمل کردشان در تفاهم و کوردینیشن با دیگری روح است که اگر او بخش را ما استقلالیت بدانیم، خب یکی هست که میشه پذیرفت که ما مستقل هستیم، لیکن در جهان برای فعلا مستقل عمل کردن به فکر ما ممکن نیست، به این خاطر که به حد این جهان بافته شده با تکنولوژی نوین و در بازی های استخباراتی و روابط بین جهان و رقابت های مختلف که بسیار مشکل است. کشورهایی که اونا دارای امکانات محدود هستند، اونا یک ادای استقلالیت به تمام معنا را به مثل در گذشته که مراجع بوده داشته باشند. یعنی نمیشه بدون جهان، بدون رابطه. اگر دیروز حکومت در افغانستان سر اقتدار بود، با کمک جهان به سر اقتدار بود، اگر امروز تحریک طالبان به اقتدار رسیده، بدون حمایت بیرونی، بدون تمویل و تجهیز توسط دیگرها، هرچند اگر اینا فداکاری هم کرده باشند، عملی نیست. بنابراین مراوده و رابطه با جهان با یک شکل از اشکال باید وجود داشته باشه و این رابطه که در حالت احتیاج باشه یک نوع وابستگی رو به وجود میاره که استقلالیت زیر سوال میبره. بسیار خوب، تشکر برمیگردیم شما آقای عبیب. خب به هر حالش طالبان یک از نگرانی هایش این است که جهان با اینا قطع رابطه نکنه و جهان با اینا رابطشان را قطع نکنه، تلاش فوق العاده دیپلماتیک میکنه برای اینکه حداقل حکومتشان به رسمیت شناخته شود. کم بیش یک هفته از معرفی سرپرستان طالبان هم گذشت، حالا اولین سفر از وزیر خارجه قطر است که به افغانستان انجام میشه. فکر میکنین قطر داره واقعا با همون روابط عمیق که با طالبان داره لابیگری میکنه در سطح جهان برای رسمیت طالبان یا نه طالبان خودشان در تلاش رابطه با دیگر کشورها هست و قطر هم میتونه که آغاز شناخت حکومت طالبان باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادای احترام به شما و به همکاران محترم شما، به مهمانان عزیز حاضر در برنامه، جناب استاد محترم مطهری و آقای جانبدار که از لندن صحبت میکنن، و به بیننده نهایت عزیز تلویزیون نور چه در داخل و چه در خارج. ببینید جناب آقای امونی، یک چیز که تحریک اسلامی طالبان افغانی قبل از پیروزیشان هم سخنگویایشان به دنیا گفته بود که ما اگر به پیروزی میرسیم ما حکومت در انحصار خود قرار نمیدیم و میخواییم یک حکومت هم از شمول در افغانستان حاکم بسازیم که همه ملیت های با هم برادر ساکن در افغانستان خود در آینه از حکومت ببینند، مثل غنی و آرنه که همه چیز در اختیارشان و همه چیز در انحصارشان، همه چیز فقط در اختیار غنی و چهار پنج نفری که در ارک بودن، فقط در سیطره و در انحصارشان بودن، دیگر همه محروم. حتی شریک حکومت غنی که دکتر عبدالله عبدالله بود، امو هم محروم بود. به می اساس اونا میگفتن که ما میخواییم یک حکومت هم از شمولی را با وجود بیاریم که راستی هم این جهان هم در این خوشبین بودن، منتظر بودن بعد از اینکه اینا 33 ولایت افغانستان گرفتن، مرکز آمدن داخل پایتخت به ارک رسیدن و اونجا دیگه رهبران تحریک اسلامی طالب آمدن در هر، و همان یه حرفشان بود که حکومت هم از شمول. راستی هم و شما هم صحبت هایی داشتیم و خوشبینی هایی هم بود و من هم در رسانه ها که همه صحبت میکردم یک نویدی بر از این ملت میدادم که انشالله و رحمان وقتی که تحریک اسلامی طالبان آمدن پیروزمندانه ولایات افغانستان و پایتخت افغانستان و اقتدار و ارگ گرفتن، انشالله در ایجاد یک حکومت همه شمول که همه افغان ها، همه بزرگان مملکت، خصوصا بزرگان
نیک وطن دوستی که مغایر با منافع ملی این وطن نباشه، کار نکرده باشه در گذشته ها، یعنی فرزندان اصیل از این وطن میشه در حکومت، امی خوشبینی ها بودن، امی تقریبا امیدواری ها، هم ملت ما و هم جهانیان امی امیدواری ها را داشتن. بسار. اما یک باره به صورت غیر مترقبه وقتی که کابینه اعلان میشه میبینیم که همه بزرگا و وزیرای محترمی که در اصل وزارت خانه ها تعیین شدن از اعضای محترم شورای رهبری تحریک اسلامی طالبان بودن که یک نوع مایوسیت اینی بر دل ملت ما و مردم ما و جهانیان هم، حتی شما سعی کنین ایران که ایران روسیه حتی خود پاکستان چین کشورهای آسیای میانه هم مایوس شدن که اینجا باید به حکومتی آمد که صرف این متشکل از رهبرای محترم تحریک اسلامی طالبان افغانی هست. بله. دیگر روی اساس حالا که یک مقدار تقریبا اوضاع تغییر خورد، نظریات خصوصا کشورهایی که آمادگی داشتن، روسیه و ایران و پاکستان و چین، رهبرایشان آمادگی داشتن که وقتی که مراسم تعلیف این رهبرای حکومت مثلا رئیس وزرا و معاونین وزرا اینا مراسم تعلیف و جامعه‌ران اینا می شرکت میکنن، شاید از کشورهای عربی قطر هم، اما روسیه جواب داد، گفت ما میایم، ایران هم دل سردیش خود نشان داد، چین هم، فرانسه و سایر کشورهای دیگه. حالا وزیر خارجه قطر که یعنی میزبان تقریبا اینمی مذاکرات بین الافغانی و مذاکرات بین ایت مذاکره کننده تحریک اسلامی طالبان و ایالات متحده آمریکا اینا بودن، اونا هم آمدن شاید روی همین مثلا، گرچه یک چیز دیگه هم هست، یک نوع امیدواری دیگه هم هست جناب آقای امانی. بله. یک نوع امیدواری هم هست که بعضی از سخنگویای تحریک اسلامی طالبا گفتن که امکان تغییرات وجود داره. درست. حتی یک چراغ سبزی بودن، یک امیدواری بوده که امکان داره که یک نوع تغییرات ایجاد شوه. بله. اما بعضی از وزارتخانه ها هم در اصلش کسی تعیین نشده. بس استقلالیت خیلی مهم است. آها. مثلا چقدر طالبان با استقلالیت همین کابینه را معرفی کرده، پرسش هایی است که بسیارها هم پرسیده. برخی منابع گفته که وزیر خارجه قطر از ملا حسن آخوند خواسته که حکومتش باید با تمام طرف های مقابل طالبان وارد مذاکره شود. این بس چقدر میتواند یقل برای این که اگر طالبان تا اینجای کار همه شمول کار نکردن راه را باز بکنه، این برایش مشوره یا حداقل تاکید یک کشوری که رابط خوبی هم با طالبان داره برای این که حداقل آن چه شما میگین که باید حکومت همه شمول تشکیل شود راهش را باز بکنه؟ جناب آقای امانی، گرچه مسئله مذاکرات حکومت اسلامی تحریک اسلامی طالبان افغانی با مخالفینشان، چه مخالفینه بله، به اصطلاح نظامیشان باشه که عبارت از جبهه مقاومت ملی هست در رهبری محترم احمد مسعود و همچنان مخالفین سیاسیشان یا بعضی چهره ها و شخصیت های دیگه، مثلا حزب اسلامی افغانستان در رهبری جناب محترم انجینر سید گلبدین حکمتیار، بعضی چهره ها و شخصیت های دیگه که اگر تحریک اسلامی طالبا یک ایتی را تعیین بکنن هم با مخالفین نظامی خود اما باب مذاکره را باز کنند که خوب است که خون اولاد مسلمان، اولادی وطن، اولادی سرزمین، اگر این طرف و طرف تحریک اسلامی طالبان انسانهایی که میرن اونجا به اسلام به قتل میرسن، کشته میشن، اولاد می وطن، فرزندان اسلام کشته میشن، اگر اون طرف هم که مخالفین مسلک عبارت از جبهه مقاومت ملی هست، مجاهدین سابق از اولاد مسلمان، اولاد می وطن کشته میشن، خون اولادای می وطن، خون فرزندان اسلام ریخته میشه که اینجا دشمنای اسلام خوش میشه. بله. و دشمنای افغانستان خوش میشه. من امیدوارم که خوب است این آمدن وزیر خارجه کشور قطر به اینجا و مذاکراتشان با رهبرای محترم تحریک اسلامی طالبان یک نتیجه خوبی را بدن، یک باب دیگه را باز بکنن که اینجا یک اقدام استورت بگیره، امی به عوض جنگ، به عوض سفارایی، به عوض اخطارهای خونبار. خوب است که روند مذاکرات دیالوگ بین الافغانی طرف تحریک اسلامی طالبان مثل قبل باره او طرف مخالفین مسلح آغاز شده و از طرف دیگه جناب آقای امانی، ما همیشه از طریق رسانه ها گفتیم که درست است، این خوب واضح است که
تحریک اسلامی طالبان آمدن افغانستان تقریبا 95% افغانستان در اختیارشان هست، در کنترلشان هستن، در اصل می باشن. اما در کنار خود چهره ها و شخصیت ها و احزاب جهادی و رهبرای جهادی و رؤسای احزاب سیاسی، حالان جامعه مدنی، علما، بعض بزرگای مملکت ما، بعض از چهره های اثرگذار تحصیل یافته، کارکشته، این به اصطلاح با تجربه که سابقه بسیار خوب داشته باشند، سابقه نیک داشته باشند، سابقه چور، چپاول، خیانت و کشتار، جنایت در افغانستان نداشته باشند، بیارند در این حکومت یا رئیس وزیر یا موینا بیاین تا راستی هم اینمی یک حکومت همه شمول جهان هم بفهمه که تحریک اسلامی طالبان در افغانستان به ایجاد یک حکومت همه شمول پرداخته و بتانن همکاری هایشان یک باب روابط چانه باز بکنن. ممنون شما، برمیگردم به شما. خواهی مطهری، چقدر جدیت را میبینین در طالبان، در کارشان، در کاریداری که کابینه آغاز کرده و این که تلاش بکنه؟ خب به هر حال جهان مشخص کرده که اگر حکومت همه شمول را تشکیل نده طالبان، حکومتشان به رسمیت شناخته نخواهد شد. فکر میکنین طالبان تاکید بکنن بر این که حداقل مخالفان سیاسیشان را جا بده و راه را باز بکنه برای همپذیری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم با شما همکاران در بس، بینندگان عزیز و محترم تلویزیون نور. شکر خدمت در شود که بحران و ختم جنگ در افغانستان راهش جنگ، خشونت و اختناق نبوده، یک اصل پذیرفته شده ای که ما این بارها تجربه کردیم، بسیار با وضوح مشاهده شده. امروز هم اگر یک کابینه از طرف امارت اسلامی تشکیل شده، این کابینه من فکر بکنم که پاسخگوی الزامات ضروری جامعه افغانستان با این کثرت‌گرایی و تنوع‌گرایی اقوام که حاکم است، احزاب سیاسی و تنوع فرهنگی در سطوح مختلف، فکر بکنم که علل اجاله پاسخگو نخواهد باشه. اما بحث های دیگه که می تواند یک باب مفتوحه برای رشد و پویایی باید موجود باشه در چند سطح و چند لایه قابل ملاحظه است. اول سطح بیرونی هست. در سطح بیرونی امروز کشورهای بیرونی، قطر، جمع کشورهای دیگه و جمع دیپلماسی سیاسی پاکستان، البته جدا از استخبارات و بخشای نظامی، اینا همواره پافشاریشان و تمرکزشان مبنی بر ایست که در افغانستان یک حکومت فراگیر همه شمول به وجود بیاید. بله، حکومت فراگیر و همه شمول حداقلش میتواند ثبات سیاسی را در افغانستان تضمین بکند و یک وحدت ملی که اینمی وحدت ملی بارها و بارها از طرفهای مختلف صدمه دیده و مجروح شده، ای دوباره التیام پیدا بکنه. یک بحث دیگه ای که در داخل، در درون حکومت طالبا وجود داره، در رهبری حکومت طالبا در بعض موارد از بعض چهره ها یک ایده یا یک تفکر صلح‌جویانه مبتنی بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول دیده می شود. بسیار. اما متاسفانه که استخباراتی که در پاکستان است و دستگاهی که در پاکستان به لحاظ نظامی حاکم هست، ای با باور شخصی ما ثبات افغانستان را به نفع استخبارات پاکستان نمی داند. چرا؟ به دلیل از اینکه اگر ثبات به وجود بیاید، اقوام افغانستان با این تنوع و کثرت‌گرایی مجمع جمع میشه، یک حکومت بسیار قوی و با اقتدار را میسازه. بله. حکومت قوی و با اقتدار با پاکستان شاید در تعامل نشوه، در اینجا کشورهای دیگه از جمله مثلا هندوستان دست بالا خواهد پیدا کرد، در اون صورت است که پاکستان شاید در انزوا قرار بگیره. یک بحث اساسی است که متاسفانه تا به امروز هم یک موفقیت قابل ملاحظه در ایجاد حکومت سازی، ملت سازی و در ایجاد ختم جنگ و منازعه در افغانستان به نمی تفکر متاسفانه به وجود نیامده. درست. ولی خب بس پاکستان اگر کنار گذاشته و قطر به دنبال چیز فکر میکنه، خب او موارد و نگرانی هایی را که پاکستان نسبت به افغانستان داره یک طرف و پاکستان هم تلاش اگر خواهد کرد، اما قطر فکر میکنین چی موضوعی را یا چی پالیسی را داره پیش میگیره و به دنبال چیز به هر حالش؟ من فکر بکنم که برای قطری ها یکی مناسبات و یکی هم مطالبات بحث ارزشمند و اساسی هست. در بحث مناسبات قطر از جمله کشورهایی است که همواره با تمامی کشورهای جهان یک روابط نیک و حسنه دیپلماتیک داشته بوده. بسیار.
اینمی روابط اونا باعث شده که بیشتر کوشش میکنه که یک چهره سلجویانه را از خودشان تبارز بدهند. بله. که نشان داد مثلا در سالهای متبادی میزبان هیئت گفتگو کننده طالبا و جمهوری اسلامی افغانستان بودند. این یکی از امی بحثایی است که میرسانه که قطر امارات دنبال صلح هست. در او زمانش اینمی بحث بسیار برجسته بود. درست. امروز هم قطر وقتی که وارد مناسبات و تعاملات سیاسی با گروه طالبا و حکومت امارات اسلامی میشه، اولین بحثشان ایست که در افغانستان دیگر جنگ و خونریزی و اختناق ختم شود. بله. یعنی یک حکومتی به وجود بیاید که اینمی حکومت آینه تمام نمای همه مردم افغانستان باشه. من این بارها زبان امو نشریه ها و رسانه هایی که در درست. قطر هست بله. شنیدیم و دیدیم که اونا میگه حکومت فراگیر در افغانستان میتواند مبنای موفقیت کشورهای منطقه و کشورهای جهان اسلام دیگر را فکر میکنید کوتاه کرده بتونه مثل پاکستان اگر واقعا سوء نیت داشته باشه؟ البته رابطه قطر با پاکستان از لحاظ استخباراتی رابطه قابل ملاحظه نداره. یعنی حتی گفته میتونیم که از لحاظ استخباراتی دستگاه قطر با پاکستان در بعضی موارد دچار اختلالات بوده. بله. ولی دستگاه دینی و دستگاه سیاسی قطر با پاکستان همچنان محکم است. از لحاظ سیاسی رابطه محکم داره و از لحاظ دینی و ارزش‌های اسلامی هم با پاکستان یک رابطه مستحکم داره، ولی این مثمر ثمر واقع نمیشه. ممنون شما، سپاسگزارم آقای جانبدار. خوب اگر واقعا قطر حسن نیت داشته باشه در قبال افغانستان، چیزی که آقای مطهری اشاره کرد، اگر سفر وزیر خارجه قطر را دنبال کرده باشین، او وقتی به کابل میاد در کنار این که با رئیس وزیران و کابینه حکومت جدید طالبان دیدار میکنه، با دیدار آقای عبدالله و آقای کرزی هم میره، فکر میکنید چقدر نقش خود داشت قطر و چقدر گپش شنیده خواهد شد از سوی طالبان برای اینکه منابع گفته که طالبان وزیر خارجه قطر از طالبان خواسته که با جانب‌های مخالف طالبان باید گفتگو شود و یک حکومت فراگیری بر حالش تشکیل شود؟ به فکر من به طوری که به شما معلوم است قطر کشوری است که با ایالات متحده آمریکا بسیار روابط تنگاتنگ داره، با تایید از صحبت‌های مطهری. من فکر میکنم که ما باید این مسائل در یک دید وسیع ببینیم که اصلا قدرت مطرح جهان چی میخواه و مزاجش چی هست. بله. و کشورهای کوچک نمیتونه خارج از این ساحه مغناطیسی و یا این مزاج قدرت‌های بزرگ وارد عمل شود و منافع قدرت‌های بزرگ در بعض جای در رقابت، در بعض جای در تقابل، در بعض جای در تفاهم دیده میشه. متاسفانه در افغانستان تا نیم قرن منافع قدرت‌های بزرگ در تقابل و در تشنج و در جنگ‌ها بوده. اکنون دیده شده که ایالات متحده آمریکا در تاکتیک‌های راجع به جنگ‌های نیابتی داره چی تغییراتی را به وجود یک احتمالی هم است که بله. جنگ ها بره به طرف مناطقی که بیشتر زیر سیطره پاکستان است تا جلوگیری شوه از پروژه ابتکاری چینایی ها، سی پیک و این مسائل، تا این حوزه تمدنی باز هم مثل گذشته از رشد به عقب گذاشته شوه یا به عقب نگه داشته شوه، که این به نفع ایالات متحده آمریکا است. درست. این مسائل خرد و کوچکی تا که در افغانستان که کدام وزیر خارجه آمد و رفت یا سرمیشت کدام کمک صورت گرفت، این بسیار فروعات است و جزئیات است، در تمام مواردی بوده میشه زیاد شد و کم شد، ولی اصلی مطالبه باید ما افغانا هم تبلیغ بکنیم و هم بر مردم خود بشناسانیم که در اینجا چی بازی در جریان است و ما چی باید بکنیم. افغان ها در گذشته هم از طریق رسانه و شاید از طریق رسانه شما هم عرض کرده باشم که کوشش کنه مبارزات خود مبتنی بر عدم تشدد بسازه، چرا که بازی از دیگر کشور هاست. درست. و در اینجا قربانیش ما هستیم. اگر ما مطالباتی را داریم باید به شیوه های صلح‌آمیز باشه و نهضت های ما باید بیشتر یک جنبه مربوط به جغرافیای خود و مربوط به منافع ملی که حبیب صاحب گفت دهی چوکات
باید تلاش صورت بگیره. بین المللیت چپ افغانستان بسیار با خطر مواجه ساخت، به می ترتیب بین المللیت راست هم افغانستان با خطر مواجه می سازه. بنان یگانه راه بهتر و معقولتر این هست که ما خود بشناسیم و در چوکات جغرافی خود برای منافع خود مبارزه بکنیم. ادعاهای بسیار بزرگ و یعنی غلو آمیز به ضرر کشور ما تمام میشه. برداشت ما ای است. ببخشید اگر یک مقدار از سوال شما دور رفته باشه. خواهش میکنم. ولی چقدر نقطه اشتراک دیده میشه خب در مورد قدرت های بزرگ جهان درباره افغانستان، مثلا چین داره وارد عمل میشه، از یک طرف روسیه و امریکا هم منتظر هستن که چه واکنش را میبین از طرف طالبان و طالبان چه عمل را انجام میده. طوری که دیده میشه کشورهای جهان در این منطقه به سه کتگوری تقسیم میشه که بخش زیاد در حالت ترسود هستن، بخشی کشورها در حالت تقابل و بخشی هم در حالت تفاهم. عنصر داخلی در افغانستان میتونه که این مسئله تفاهم برش کار بکنه، لابینگ بکنه و وحدت ملی را در داخل کشور با پذیرش یکی دیگر و با گذشت در مقابل یکی دیگر ایره بیشتر توصیه بته. یعنی عظیمهی هست که باید از جنگ های 20 ساله اخیر ما افغان ها درسای فراوانی را داشته باشیم. درست. که ما چاره نداریم بجز ایزی که با هم بسازیم. و شما اگر کتاب چیر رابرت کاپلان مطالعه کرده باشین، رونج جغرافیایی یا انتقام جغرافیایی، ما محکوم به این هستیم که باید در این جغرافیا باشیم و در این جغرافیا مطابق خصوصیات از این اراضی زندگی خود بهتر و جور کنیم. به این ترتیب با شناسایی اراضی خود و با شناسایی بافت اجتماعی خود باید سیاست های این وزارت ها تنظیم شود، نه ای که همیشه زیر تاثیر بازی های استخباراتی بیگانه باشه. وزارت هایی که به ارزش های معنوی اعتنا داره و مقطعی سیاست نمیکنه. برای از اون لازم است که دیگه اونمو تکتیکای بازی های استخباراتی را کنار بگذارن و داخل یک تعامل شوه که به یک هدف دورتر ما را با مصرف کمتر برسونه. یعنی منظوری بازم همی هست که مثلا جبهه مقاومت است، حق داره حقوق خود بخواه، ولی در تکتیک خود تغییر بیاره. یعنی از جنگ باید دست بکشن و به شیوه های معاصر مبارزه بکنن. در مورد طالبان هم همین چیز ما چند سال قبل گفته بودیم، ما دوستا بسیار انتقاد بکرد که خود جنگ برای آزادی است و علیه تو قدرت بزرگ، لیکن وقتی که ما جنگ ها را برای میاندازیم چی رو به دست میاره؟ در جنگ هدفمندی و مشروعیت وسایل ای مهمتر است. افغان ها باید در بین خود دیگه در جنگ نباشن. هر چیز که میخواید باید به شیوه های عصری، به شیوه های بیان این نشریه شما بسیار یک کار خوب را انجام میده، یک جهاد بسیار خوب است، مگر با سبوتاج، با کشتن، با انفجار، با پل پراندن و مثل که در گذشته صورت گرفت، این ملت بیشتر و بیشتر تخریب میشه و تغییری هم در چیز نمیه، در جغرافیا و یا در ساختاری که ما از یکی دیگه بگریزیم نمیتونیم. در افغانستان هر قومی که از با قوم دیگه بافته شده، هم از لحاظ جغرافیایی، هم از لحاظ مناسبات قومی و اشتراکات، اینجا به حدی است که مرده، زنده، عروسی و تمام عناناتش، دسترخانش مشابه داره. اونمون تلخانی که در پنشیر خورده میشه، اونمون در وردک هم خورده میشه، در میدان هم خورده میشه، در کابل هم مروج است. یعنی این مملکتی نیست که ما در فکر ازی باشیم که باش ما چی گونه از یکی دیگه فرار کنیم. وقتی که عملی نیست باید با هم بسازیم و ساخته ما و یک رایشی اینجا... است که مطالبات خود صلح‌آمیز بسازیم. بسیار خوب. و اینجا طالبان نقش فعال دارن که بر حالش این موارد را مد نظر بگیره و از این افتراق که شکل میگیره بر حالش خودداری بکنه. اما در مورد ای که خب جهان در به دنبال چیست، شاید زمان پاسخش بده که چه سناریویی را در پیش داره. اما برای رسمیت طالبان آقای جانبدار، فکر میکنین که جهان اگر منافع خودشان تامین شوه و آنچه از طالبان خواستارش است که مثلا بر ضد امنیتشان از خاک افغانستان حمله
حمله صورت نگیره و رابطه بر حالش خواستایی که داره اگر تأمین شوه، ولی در افغانستان یک حکومت همشمولی شکل نگیره. در این صورت فکر میکنین برای جهان تشکیل یک حکومت همشمول مهم باشه در افغانستان یا نه؟ ما بازم حرف متحریص به تایید میکنم که بعضی از کشورها نمیخواه که افغانستان یک حکومت مقتدر، یک حکومت از لحاظ اقتصادی هم خودکفا و یک حکومتی داشته باشه که حرف خود در سطح بین‌المللی خودشان مطرح بکنه. یعنی تلاش وجود داره که همی طالبا هم حاکمیتش بسیار ضعیف باشه و شناسایی و عدم شناسایی این مسئله هم تابع همی منافع هست. بله. یعنی اینجا هیچ چیز تصادفی نیست و کوششایی که صورت میگیره که افغانا باید فقیر باشه یک علتش این هم هست که در جوامع فقیر میشه اونجا استخدام بسیار ارزان صورت میگیره. شما میتونید از مجبوریت های مردم فقیر اگرچه غیر اخلاقی سوء استفاده کرده و اونا رو هر کسی که خواسته باشه استعمال بکنید. اینا رو برای امریکایی ها این آسان است که در اینجا داعش و یا گروه های دیگه که نامای نبرسته سرشخات گذاشت برای جنگ آماده کنه و برای از این که بر ترکستان شرقی و آسیای میانه و در خود پاکستان این جنگ ها باید باشه که ناامنی باشه در این منطقه تا بتانن چینایی ها را که حالی تقریبا مسئله تبت هست، تایوان هست و ترکستان شرقی هست با اشکال مختلف باید چین متوقف بسازه تا هژمونی جهان به دست نگیره. جنگ سرازی است. جنگ سرازی نیست که در افغانستان حکومت هم شمول باشه یا نباشه. یه گپای بسیار فرعی هست که برای ما یک مقدار کسی که از امتیاز محروم شده یا نو میخواد به امتیاز برسه یک ذره اولویت داشته باشه، ولی برای جهانیان این گپا فکر نکنم که اهمیت عمده و تعیین کننده داشته باشه. بسیار تشکر آقای عبیب. خوب اگر یک بار به تاریخ بریم، به جلسه بن، به حال طالبان اونجا نادیده گرفته شد، 20 سال هم جنگ دوام پیدا کرد. آقای جانب دار میگه خیلی هم مهم نیست برای جهان اینکه چقدر یک حکومت همشمول تشکیل شود در افغانستان. شاید برخی روابط بین دو سه کشور در منطقه وجود داشته باشد در مورد اینکه در افغانستان چی مردم ساکن است که واکنش نشان بده که چرا مثلا این قشر مردم محروم است، اما بس ای است که چگونه رابطه برقرار میکنه طالبان با جهان و عملکرد طالبان برای جهان چی است. اگر این موارد مد نظر گرفته نشه فکر میکنین که طالبان پیروز خواهد شد با همین کابینه؟ ببینین جناب آقای امانی، اولا خواه موقعیت افغانستان برای دنیا خیلی مهم است، دارای عایز اهمیت است و خاطر از اینکه موقعیت سکولتشی افغانستان بله. اگر وقتی که علامه اقبال موقعیت افغانستان تعریف میکنه کلیات خود، افغانستان آسیا را یک پیکر آب گل معرفی میکنم، کشور افغان در او پیکر دل معرفی میکنه. وقتی میگه اگر دل جور باشه خوب باشه آسیا و دنیا خوب است، جور است. اگر دل مریض باشه آسیا و دنیا وضعش در هم و بر هم است. فلهذا برقراری ثبات، آرامش، صلح در افغانستان به مثابه برقراری صلح و ثبات و امنیت در منطقه و دنیا هست. بله. به می اساس برای کشورها خیلی مهم است. حتی که کشورها این رئیس خوب احساس می کنند که اگر قضیه افغانستان حل نشه در افغانستان ثبات به وجود درست است. این را من قبول می کنم که جهان در افغانستان منافع خود می خواهند دخیل بسازند، ولی چیزی که برای دنیا مهم است مسئله با ثبات بودن افغانستان درست هست. که حتی اگر افغانستان نمت بی ثبات بانه، نمت جنگ و بدبختی و مصیبت دنیا را، یعنی دامنی دنیا را میگره، یعنی جنگ افغانستان بالاخره منجر به یک جنگ جهانی چهارم خواهد شد. به همین اساس آمدیم در قسمت مسئله حکومت طالبان. این جاله تا جایی که من گزارش دارم خود رهبرهای تحریک اسلامی طالبان هم روی این مسئله اکثریتشان مثل که جناب آقای متحری گفت، یک تعداد از شخصیت های سرگزار و رهبرهای کلیدی تحریک اسلامی طالبان به می معتقد بودن که ما یک حکومتی را بیاریم در افغانستان که ما بتانیم این تقریبا نسبت به گذشته هایی که یا 20 سال یا در طول 40 سالی وطن درگیر جنگ و مصیبت و بدبختی بوده، ما اگر بتانیم حلال همین مشکلات باشه به حیث فرشتای نجات برای وطن برای مردم باشه. خب تا اما برحالش نگاز مون است از همین سال 58 تامیال که
42 سال میشه. هر حکومتی که به حالش اگر دست نشانده بوده، اگر کدام کشوری او را حاکم ساخته در افغانستان، مخالفین خود را داشته، مخالفین اپوزیسیون هدف نیست، مخالفین جنگی خود را داشته که جنگ کرده. طالبان فکر میکنین مبرا خواهد شد؟ وقتی که طالبان در قسمت تحقق شریعت غرای محمدی و حکومت 100% اسلامی و همچنان در ایجاد یک حکومت هم شمول اینه با پردازم صادقانه بدون ملاحظه دنیا که دنیا چه میخواه، آیا دنیا طرفدار حکومت اسلامی در افغانستان، آیا دنیا طرفدار تحقق شریعت غرهای محمدی در افغانستان، بدون توجه به خاص دنیا یک ملت افغانستان چه میخواه. اگر شما بیاد داشته باشین جناب آقای امونی، در گذشته ها یک ماه قبل، دو ماه قبل، سه ماه قبل ما شما میگه بسایی داشتیم، ما باز وقتی که به وجد میامدم بله خطاب میکردم به تحریک اسلامی طالبای افغانی، میگفتم شما جنگ کنار بگذارین، جنگ گزینه قرار نتین، بگذارین جنگ، بیاین با مذاکرات بین الافغانی رو بیارین. اونمو چیزی که شما میگین که شریعت غرای محمدی، حکومت 100% اسلامی، 35 میلیون ملت مسلمان افغانستان، حتی اون دو و اهل سکه ما به این موافق است با شما، بیاین شما اونمو را مطرح کنین. اگر این ایت مذاکره کننده غنی هر با شما مخالفت کرد، دیره با پیشگاه ملت مطرح کنین، به خاطر از اینکه امروز ملت ما مسلمان است، ملت ما خواهان تحقق شریعت غرای محمدی است، ملت ما خواهان حکومت 100% اسلامی است، به این خاطر ملت ما 2 میلیون در دوران جهاد مقاومت به ضد قوای سرخ شوروی کمونیست، ملت ما اضافه 2 میلیون شهید دادن، به خاطر چی؟ به خاطر تحقق شریعت غرای محمدی، به خاطر اسلامی عزیز، تحقق حکومت اسلامی. حال شما هم بیاین. حالا من میگم یک چیز، جناب آقای امونی، من حیث مسئول یک حزب سیاسی، من حیث یک تن از اعضای سابقه دار نهضت اسلامی جوانان افغانستان، یه حرف ما، نظر ما به رهبرهای محترم تحریک اسلامی طالب است که اولا خود شما وحدت ملی افغانها را حفظ کنین، کوشش کنین همه را شما در محور خود بچرخانین، همه را به اسلام با جبهه مقاومت ملی یک هیئت را تعیین بکنین. ما از برادر محترم ما هم احمد مسعود میخواهیم که جنگ راه حل نیست، همین قسمی که ما سابقه و تحریک اسلامی طالبان میگفتیم که جنگ راه حل نیست. ولی جدیت طالبان مهم است. آقای چقدر جدیت داره در موردی که مذاکره بکنه با مخالفانشان؟ ما اولا خود تحریک اسلامی طالبان افغانی میگم که اگر بخواید شما پیروز باشید، اگر بخواید این ملت با شما یک پارچه ملت با شما باشه، قلبهای مردم با شما باشه، قلبهای مردم در گرو شما باشه، با مخالفینتان از در مدارا پیش بیایید، هیئت را تعیین کنین، با اونا و از اونا هم یا روزه را میکنیم که بعضی از عناصر جنگ افروز جنگ طلبی که در ماحولشان است مثل سالی اونا را دور کنیم، خصوصا آقای احمد مسعود یک جوان بسیار خوب مسلمان نیک وطن دوست خدا پرست است، اون هم نمیخواه که خون یک انسان برزه چی طرف چی طرف، اما بعضی از چهره ها مثل سالی و امثال سالی هستند که اونا جنگ رای حل میدانند و بعض از کشورهای بیرونی هم دیگه مداخله میکنند، سعی هم میوردن تا این آتش جنگ اونا شعله‌ور بسازند. من از رهبرهای محترم تحریک اسلامی طالبان میگم که اگر واقعا میخواین که شما به حیث فرشای نجات در این وطن موفق به تحقق حکومت 100% اسلامی، موفق به تحقق شریعت غرای محمدی، موفق به تحقق نجات این ملت مسلمان بیچاره که اضافه 40 سال در آتش جنگ سوختن، در آتش بدبختی ها سوختن، اگر شما بخواید به ایشک فرشتای نجات چی شدین، وحدت ملی افغان ها را به وجود بیارین، مخالفینتان را به میز مذاکره دعوت کنین، از مدارا با اونا کار بگیرین، کوشش کنین خشونت را بین ببرین، به می قسم این جسته که شما بر قلبهای مردم باز حکومت میکنید، قلبهای مردم در گرو شما میباشن، مثل غنی نیست که غنی دقسی از این نبود میگم من با بالای قبرهای مردم حکومت میکنم، خب 5 سال حکومت من دوام کنم، اما شما کوشش کنید که در تاریخ افغانستان این منعی سفرشتای نجات در ثبت تاریخ افغانستان شدید، ایکی هستم ایجاد وحدت ملی، ایجاد یک حکومت 100% اسلامی، فقط و فقط از بین بردن جناهای مخالف و اونا را به اصطلاح به میز مذاکره کشاندن، اونا را با خود امن نوا ساختن، اونا را با خود امن جهت ساختن، اونا را با خود در حکومت هم شمول اونا را آوردن، به جای از اینکه اونا علی شما اسلحه بگیرن، به این قسم این نیست که نجات افغانستان است، موفقیت طالب است. اگر دنیا طالبا را به رسمیت بشناسه یا نشناسه، افغانستان همه چیز داره. وقتی که ملت با اینا بودن، ملت متحد یک پارچه بود،
ما همه چیز می داشته باشیم، استقلال می داشته باشیم، آزادی می داشته باشیم، ان شاء الله خودکفا می باشیم. ممنون شما، سپاسگزارم آقای مطهری. اگر در مورد ای که وزیر خارجه قطر گفته که باید با کنار بیاید طالبان با مخالفان سیاسیشون، ظاهرا دیده میشه که بحث مذاکره و گفتگو و تفاهم داخلی به هر حالش خیلی نتیجه بخش نیست. تلاش هم شاید صورت گرفته باشه. آقای عبدالله و آقای کرزی در افغانستان بود، در کابل بود، ظاهرا دیده میشه که نتیجه را هم در پی نداشته. دخیل شدن کشورهای بیرونی چقدر میتونه اثرگذار باشه برای اینکه دو طرف حداقل کاهش به تامین اختلافهای خود را و کنار به در پهلوی هم به تازگی وزارت خارجه تاجیکستان گفته که در جامعه پیشرو یک نشست مشترک کشورهای سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی درباره افغانستان در دوشنبه بررسی میکنه وضع افغانستان را. فکر میکنین فعال شدن جهان کارساز باشه؟ بود اساسی و مهمی که همونطوری با تایید دوستا عرض شد بود داخلی است. بله. در داخل اگر ما کنار نیاییم، همدیگر را نپذیریم، پذیرای همگرایی و ثبات نباشیم، هر گونه صلحی که از بیرون به وجود می آید و هر گونه سازشی که از بیرون به وجود می آید به باور ما مقطعی و زودگذر است. اونچه که بنیادهای محکم جامعه فقیر و مظلوم افغانستان را محکمتر و مستحکم می کنه است که ما در درون افغانستان باید کنار بیاییم، همدیگر را بپذیریم، آغوش ما باز باشه، همدیگر را به عنوان ساکنان واقعی سرزمین قبول کنیم. این یک بحث اساسی است که متاسفانه ما نداشته بودیم. همونطور که شما فرمودید، مذاکراتم در اینمی مقطع با طالبا با طرفهای مختلف برای تشکیل یک حکومت فراگیر همه شمول و همه جانبه با قاعده وسیع متاسفانه با رایزنی های داخلی مقدور و میسر نشد. مشکلات فراوان در این زمینه وجود دارد. اما امروز بحثی که یا امیدواری که وجود داره فشارهای جامعه جهانی و کشورهای منطقه‌ای است. کشورهای منطقه‌ای و جامعه جهانی اگر واقعا برای مردم افغانستان دلسوز است، اگر واقعا میخوان که در افغانستان ریشه های جنگ به صورت بنیادی خشکانده شود، روی منافع مشترک کنا در افغانستان دارد در یک تعاملی سازنده به تفاهم برسه. اگر کشورهای جهانی و منطقوی تعامل نکنه و یک رای مشترک که او را بتواند هم مردم افغانستان را به هدف وصل بکنه و هم کشورها به هدف برسه، اونمو مسیر را اگر دنبال نکنه، هیچ گونه باورمندی برای ختم جنگ و منازعه متاسفانه وجود نداره. ولی امیدواری وجود داره، عزم وجود داره. از بعضی دو طرف در داخل خیلی مهم است. آقای مطهری، چقدر این عزم دیده میشه؟ بسیاری ها برخی منابع میگن که در طالبان هم اختلاف های وجود داره. یک شمارشان خواهان این هستند که مخالفان سیاسی طالبان را شریک بسازه و با اونا به یک تفاهم برسه و پایان بگذاره بین تنش ها. اما برخی دیگر میگن که تاریخ اونا گذشته و نباید با اونا کنار آمد. حلقاتی وجود داره که پشتبانی واضح ای را داره که حکومت افغانستان یک حکومت دینی و مذهبی با رویکرد ایدولوژیک باشه. بله. چون این بسیار ثمرات بیشماری برای یک سری حلقات بیرونی داره که ما چی بخوایم چه نخواهیم هم بوده و هم هست. اگر بالفرض پار فراتر از اینمی روی کرد ما بگذاریم، روی کرد سیاسی پیش می آید. روی کرد سیاسی با تعامل سیاسی پیش می ره. تعامل سیاسی چیزی است که یا منافع تأمین شود یا منافع تهدید شود، یا به عبارت دیگر میزی به وجود بیاید که این میز برد برد باشه بر اساس اصل به نام مطالبات یا بر اساس اصل به نام تأمین منافع. تأمین منافعی که در افغانستان اقوام مختلف و گوناگون زندگی میکنه، حذف اقوام مقدوریت نداره، این امکان نداره. هر کسی که بخواد یک قوم از افغانستان را از یک بخش جغرافی افغانستان حذف بکنه، اینو ممکن است. معنایش آغاز جنگ است، معنایش آغاز اختناق است. هوشیاری و تعامل سازنده و تشکیل یک حکومت مقتدرانه است که تمامی اقوام را به لحاظ سیاسی، نه به لحاظ مذهبی و نه به لحاظ جغرافیایی و نه به لحاظ زبانی، بلکه به لحاظ سیاسی در یک تعامل مشترک سازنده مشترک المنافع دور هم جمع بکنه، حکومت با
قاعده های وسیع به وجود بیاورد. اگر حکومتی که با بنیاد وسیع و قاعده وسیع که در اینجا اقوام بزرگ افغانستان شریک نباشه، هر نوع حکومت دیگه‌ای که به وجود می آید به باور من شهروند محکوم است، آغاز جنگ است و زمینه ختم جنگ منازعه در افغانستان نخواهد بود، بلکه زمینه خشونت دیگر و اختناقات دیگر متاسفانه میشه. سپاسگزارم، ممنون شما. قای جانبدار، اگر معرفی برحالش تنها از امارت اسلامی از سوی طالبان یک اشتباه نخست امارت اسلامی باشه و دوام پیدا بکنه این وضعیت تا اینکه به زودی اگر رای حل پیدا نشه و حکومت سرپرست به هر حال شک تغییرات در اون نیاید، فکر میکنین که آغاز جنگی که آقای مطهری از اشاره میکنه افغانستان را بار دیگر به میدانگاه جنگ کشورهای منطقه مبدل خواهد کرد یا نه کسی دیگر توان نداره در برابر طالبان بیسته؟ یک چیز روشن است که افغانستان از لحاظ جغرافیایی محکوم به تفاهم بین المللی است، یعنی به این معنی که اگر در منطقه ما در بین قدرت های زینف تفاهم منافع وجود بیاید، یاشتی منافع به وجود بیاید، در افغانستان صلح و ثبات به وجود بیاید، و اگر این تفاهم به وجود نبیاید افغانستان راضی است که هر لحظه در اونجا برانداختن جنگ و سبوتاج این ممکن است و استخدام هم اشکالی ندارد. و در گذشته هم شما دیدین از حکومت عبدالرحمن خان که بعضن یادآوری میشه با حفظ تمام مظالم میشن، با حفظ ازی که کلمنارهای را در مناطق مختلف افغانستان به وجود آورد، ولی بان هم او دوام کرد، خودش سر قدرت دوام کرد، به سرش دوام کرد، نواسش حتی امان الله خان مدت دوام کرد، یعنی به این معنا که در اونجا مفاهمه بین دو امپراتوری وجود داشت که ما در داخل از این کشور گروه ها را حمایت نمی کنیم. آلین اگر کشورهای بیرونی با یاغی های در داخل یا بر جنگجوی های داخلی زمینه بته، این جنگ ها دوباره در می گیره و ادامه خواهد داشت. درست. و اگر تفاهم به وجود بیاید در اون صورت ما ثبات خواهد داشتیم، یعنی عنصر داخلی کشور ما خوب متعریست معرفی کردن که سعیست نقش داره در تمام پدیده ها عنصر داخلی تعیین کننده است، مگر در افغانستان یک مقدار این معادله بیشتر وابسته به بیرون است. درست. ولی طالبان مسئولیتشان در امی آستانه فکر میکنین چی است و چی باید بکنه؟ خب در حالی که حالا به قدرت رسیده و مخالفان سیاسیشان متواری است. با تاسف باید عرض کنم که من یک آدمی هستم که از نیم قرن به این طرف با سیاست آشنایی پیدا کردیم و در جریان های سیاسی بودیم و رهبری کشور ما از نیم قرن به این طرف انمی عرایز پیشنهادات نوشته ها را مد نظر نگرفته و من بسیار مطمئن نیستم که حالی هم کسی حرف ما را بشنوه. چیزی که تجویز در سطح بین المللی میشه اونمو پروسه در افغانستان عملی میشه، یک مقدار کم و زیاد با تفاوت رنگ ها، ولی دیگه جنگ و مسابقه در کشور ما متاسفانه مربوط به منافع بیرونی ها هست و در اینجا چین و روسیه و اجماع منطقه بسیار نقش داره. اگر اینا تفاهم بکنه که بالای سیاست های امریکا تاثیر بگذارند در اینجا ثبات خواهد بود، غیر از خود جنگ به نفع امریکا است، سبوتاژ به نفع امریکا است و اونا میتونن با مصرف بسیار کم بازم اینجا درگیری ها را ادامه بده با نامه های مختلف، شعارهای مختلف، نه شعار کم است، نه بهانه کم است و نه ناراض کم است، یعنی بازم مربوط میشه به سیاست های بین‌المللی. بسیار خوب، اگر در جنبندی بپرسم از در مورد امین اختلاف هایی که درونی وجود داره در داخل طالبان، آقای جانبدار هرچند طالبان رد میکنه ما غایب است آقای ملا برادر از نشست هایی که در ارگ داره برگزار میشه، فکر میکنین که این اختلاف های درونیشان جدی باشه؟ من شنیدم یک مسئله را که بازمانده های مولوی نیازی، اگر در گذشته شما اطلاعات در مورد ازو داشته باشین، در جنوب غرب جبهه داشتن علیه طالبان می جنگید و حالا میگه آمدن بیعت کردن برای ازیا. بازم این گپ های است که فروعات است، این کننده نیست. اختلافات به چیز طبیعی است که در جای باید وجود داشته باشه یا با وجود میاد، ولی اختلافی که باعث یک تغییر در سطح ملی شود به اون سطح من چیزی را احساس کرده نمیتونم.
خیلی تشکر، سپاسگزارم آقای بیبی. اگر جمع بکنیم بحث را، بر حالش آقای جانبدار، پرچند میگن که این اختلاف هایی که در میان طالبان وجود داره خیلی جدی هم نیست، اما دوام این وضعیت شاید مشکلات زیاد را پیدا بکنه میان طالبان و رهبریشان. فکر میکنین که این اختلافات وجود داشته باشه و اگر وجود داشته باشه طالبان را با چه سرنوشت روبرو خواهد ساخت و این اختلافات چقدر راه را برای مذاکره و تفاهم با مخالفان سیاسی طالبان مشکل بسازه؟ ببینید جناب آقای امانی، خود اختلاف در بین مسلمانان، در صفوف مسلمان ها، ای خود از پروردگار ای را تای آیات خود هشدار داده، ای که اگر مسلمان ها با هم اختلاف میکنن بر اسمان پروردگار چنگ نمیزنن واضح است که باعث چی. اما آمدیم راجع به میکش همی اختلاف، بله ما با آقای نظر آقای جانبدار تا جای موافق هستم که اختلافی که در بین تحریک اسلامی طالبان رهبرایشان وجود داره خیلی جزئی هست، کوچک است. او را هم به خاطر این مسئله حکومت هم شمول یک دید زیاده، مثل که جناب آقای مطهری هم میره یک دید زیاده، شخصیت های دورنگر، دلسوز، متعهد با آرمان های بر حق ملت، متعهد با آرمان های اسلام، همی گفتن که ما خوب از کمی ملت بیچاره و مظلوم خود در آینه همی حکومت ببینن شریک بسازیم، شخصیت ها و چهره های جدا از تحریک اسلامی طالبان شریک بسازیم، که این راستی هم یک نگرش بسیار خوب عالی و قرآنی و اسلامی و مفید هست و نجات دهنده هم هست. دیگر روی همی اساس خب یک دیه محدوده شاید به این چیز مخالفت کرده باشه که گویا ما زحمت کشیدیم در طول 20 سال شب و روز رزمیدیم و جنگیدیم. من یکی از امون آقایون در یکی از تلویزیون ها گفت که بله ما جنگیدیم و مشکلات دادیم، قربانی دادیم، حالا ما دیگر ها را بیاریم با خود شریک بسازیم. لله الحمد حضور همچه انسان ها تنگ نظر خیلی کم از در تحریک اسلامی طالبان و اکثریت چهره های اثرگذار با می موافق هستند که یک حکومت امشون. ولی شما ببینین آقای سهیل شاهین یکی از چهره های فعال اکتیف و عضو شورای رهبری تحریک اسلامی طالبان و از مجاهدین بسیار سابقه دار دوران جهاد مقاومت مردم افغانستان در ضد شوروی ها بوده که اونا با بارام از زبانشان نشنفتیم که وقتی در قطر هم بودن همین موضوع را گفتم که ما وقتی که به پیروزی میرسیم یک حکومتی هم شو حکومت را در انحصار خود ما قرار نمیدیم، مثل خنی واریک مثل من پیشتر گفتم ما میخواهیم که همه اقوام ملیت های با هم برادر ساکن در این وطن خود در آینه همی حکومت ببینین، یک حکومت فراگیر هم شمول اسلامی با وجود بیاریم که من این باورمند هستم روی این می مثلا یک مقدار اختلاف وجود داره که یا امکان داره زود از بین برن و ما امیدوار هستیم، ملت ما امیدوار است که هر چه زودتر یک کابینه خوب درست با کفایت چون چیزی که متوازی است ان شاء الله اگر اراده الهی باشه، اگر واقعا این ما به خاطر خدا و به خاطر وطن و به خاطر مردم خود بیاندیشیم، این دل ما با حال این ملت بیچاره و مظلوم میسوزه، این کشور و ایران ما که اضافه 40 سال در آتش جنگ میسوزه، این ملت بیچاره و مسلمان، این ملت عذاب دیده، این ملت شهید پرور که میلیون ها شهید دادن، میلیون ها زخمی دادن به خاطر آزادی، به خاطر دفاع از اسلام، وقتی که اگر ما دل ما به می ملت بسوزه و به می کشور اسلامی و شهید پرور بسوزه و قهرمان پرور، این مشکل نیست. خوب است یک حکومت هم شموله که در از شما ندارست از رهبرهای محترم تحریک اسلامی طالبان می باشن، همه را شریک بسازن، تشکیلات و سی هست در سطح وزارتخانه ها، در سطح معینیت ها، در سطح ولایت ها، این ریاست های مستقل خیلی بخش های وجود دارن که اما چهره های شایسته مثل غنی نکنن. ممنون. مثل غنی اینا نکنن که فقط افرادی را آوردن. حتی دمی اواخر به حساب یک چیز بود، یک سوژه بودن تقریبا یک معمولی به نام حکومت 11 سالاری احمد یازنه محمود، محمود هم خسابوری کلبی. اما ما امیدواریم که تحریک اسلامی طالبان در این حکومت خود که وعده دادن برای مردم و دنیا وعده دادن، چهره های خوب درست تحصیل یافته و مسلمان و متعهد به آرمان های بر حق ملت مسلمان، متعهد به اسلام، منقاد به دستورات پروردگار، اما تو چهره های تحصیل یافته و خوب و منور دلسوز اگر در داخل هستن اگر در خارج هستن جمع کنن بیارن، احزاب، شخصیت ها، رهبرهای جهادی، فعالان جامعه مدنی،
حتی برای خواهران ما هم امو وزارتی که قبلا برای خواهران ما بودن خوب است که تحریک اسلامی تحریک محترم اسلامی طالبان افغانی یک وزارتی را به نام امور زنا بگذارن، یک درست هم یک خواهر مسلمان دانشمند عالمی را درست تعیین کنن تا در قسمت بسیج خواهرای ما، در قسمت راهنمایی خواهرای ما بس به طرف نور، به طرف حق، به طرف یک ادایات اسلامی، عنایات اسلامی دعوت بکنن، ارشادات اسلامی دعوت تشکر. بکنن. این کار بسیار نیک است. ما امیدواریم که تحریک اسلامی طالبان یک حکومتی را در افغانستان متشکل از همه اقوام ساکن در این وطن، شخصیت های اثرگذار مسلمان به وجود بیارن که دنیا انگشت اثرات بگذن و ایران مانن، اینا هم در تاریخ پر افتخاری وطن ما نیکنام شد. سپاسگزارم. ممنون. شما خواهی متحریب در آخرین پرسش آقای جانبدار گفت که کشورهای مغرض بسیار برشان ساده است که اگر جنگ دوام پیدا بکنه فرصتهایی را برای مردم مساعد بکنه. وزیر وزارت خارجه ایران امروز گفته که جنگ پنجشیر با طالبان نتیجه نمیده و باید گفتگوها در موردش آغاز شود و دوباره سرگرفته شود. دیروز هم برخی گزارش های نشر شد، هرچند حالا هیچ منابع رسمی هم وجود نداره تایید بکنه یا نه، که این گفتن که گفتگوها سر گرفته میشه بین مقاومتگران پنجشیر و طالبان. فکر میکنین که اگر طالبان اختلاف های درونیشان وجود نداشته باشه و کنار گذاشته شود و این بس برش نقطه پایان گذاشته شود، در آینده های نزدیک مردم شاهد حکومتی باشه که آقای حبیب تعریف کرد ازش؟ شکاف های عمیق در درون افغانستان متاسفانه وجود داره و این شکاف های عمیق هم که به وجود آمده بر اساس ضعف مدیریت اونمو حکومت 20 سال پیشین است. فساد، تبعیض، بی‌عدالتی و انحصاری که بود متاسفانه باعث شد که شکاف عمیق بین ملت افغانستان به وجود بیاید. اینمی شکاف عمیق همچنان پا برجاست. تا زمانی که این شکاف عمیق مرهم نشود دست کشورهای منطقوی است از مداخله در افغانستان کوتاه نخواهد شد. اگر یک طرف از حوزه سیاست و سیاست گذاری و تصمیم گیری ها بیرون بمانه، یک کشوری که منافعش در این تامین نشده 100% را بالا میکنه، یک دردسر روی حکومت دیگه ای که در اینجا به وجود آمده به وجود می آید. یک نکته است. نکته دوم، طالبان محترم که امروز قدرت به دستشان هست، همه چیز به دستشان هست، چند چیز را باید متوجه باشم. اول، تنوع را در افغانستان در ابعاد مختلف، تنوع قومی، تنوع زبانی و تنوع مذهبی را به صورت اساسی و بنیادی باید بپذیره. امروز یگانه راه حل مسئله افغانستان است که آغوش باز بکنیم، همه را به عنوان برادر، به عنوان دوست، به عنوان همشهروند همدیگر بپذیریم و قبول کنیم. اگر اینمی مکانیزم و دیدگاه تطبیق شود، باور کنیم که در افغانستان دیگه جنگ نیست، دیگه خشونت نیست، دیگه اختناق نیست. جنگ افغانستان است که منم یک قوم بیرون ماندم، اون است یک قوم در درون قدرت است، قدرت حبس کرده، منابع، امتیاز، ثروت همه و همه را به صورت ناعادلانه در قوم خودش، در جغرافیای خودش، در همتبار خودش توزیع کرده. این یک معضل افغانستان بوده. یک بحث دیگه، اگر طالبای محترم میخواد به موفقیت برسه، ملت افغانستان از این بدبختی نجات بده، ایست که اتکا کنه روی منابع داخلی، اتکا کنه روی جوانای تحصیل کرده افغانستان، اتکا کنه روی علمای متبحر افغانستان، اتکا کنه روی چهره های تاثیرگذار و بونفوذی که در درون افغانستان وجود داره. اگر حلقات داخلی را، عناصر داخلی که در افغانستان شکل گرفته، در ابعاد و سطوح مختلف اینا را طالبان محترم جمع بکنه، دیگه از ضرورت به خارج ها نیست. اگر ما یک مشت باشیم، اگر یک صدا باشیم، اگر یک ملت واحدی متشکل از همه اقوام و جغرافیا و سمت و جهت باشیم، این را باور بکنید که هیچ کشوری، حتی آمریکا و روس با قدرت تر از اونش در افغانستان دیگه مداخله کرده نمیتوانند. متاسفانه ضعف ما ای بوده که ما مشکل داشته بودیم، از مشکل ما دیگران استفاده کرده، نتیجهش در افغانستان فقر است و بدبختی است و خونریزی. خیلی تشکر از حضور مهمانان گرامی، آقای ظاهر مطهری استاد دانشگاه، آقای حبیب الله جانبدار تحلیلگر مسائل سیاسی و آقای محمد یاسین حبیب رئیس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان. از حضورتان خیلی سپاسگزارم. از شما بیننده های عزیز که بیننده این بحث بودید، وقتتان بخیر.